جلد چهارم از کتاب 4000 واژه درس سوم بخش کلمات اولین کلمه ادمانش ادمانش یعنی تذکر دادن ادمانش the teacher admonished mark because he was chewing gum in class معلم به مارک تذکر داد چون که اون داشت توی کلاس می جوید the teacher admonished mark معلم به مارک تذکر داد because چون که He was chewing gum in class اون داشت کلاس آدامس می بنابراین کلمه ادمانش ادمانش یعنی تذکر دادن ادمانش کلمه بعدی audible audible یعنی قابل شنیدن audible The sound of the drums was audible from miles away یعنی صدای اون تبل ها از مایل ها دورتر قابل شنیدن بود ببین The sound of the drums was audible یعنی صدای اون تبل ها قابل شنیدن بود From miles away یعنی از مایل ها دورتر بنابراین کلمه گه Audible Audible یعنی قابل شنیدن Audible کلمه بعدی Awesome Awesome یعنی معرکه محشر حیرت انگیز The huge military plane was an awesome sight یعنی اون هواپیمای غول پیکر نظامی منظره محشری بود منظره معرکه ای بود The huge military plane یعنی اون هواپیمای غول پیکر نظامی بچه هیوج یعنی غول پیکر خیلی بزرگ Military نظامی plane هواپیما The huge military plane اون هواپیمای غول پیکر نظامی was an awesome sight یه منظره معرکه بود awesome یعنی معرکه sight یعنی منظره was an awesome sight یعنی یه منظره معرکه بود بنابراین کلمه یه awesome awesome یعنی معرکه محشر awesome کلمه بعدی beware beware یعنی مراقب بودن مواظب بودن be you should be aware of driving fast on wet roads یعنی شما باید مواظب رانندگی با سرعت بالا روی جاده‌های خیس باشید you should be aware of driving fast شما باید مواظب رانندگی با سرعت بالا باشید on wet roads روی جده های خیس بنابراین کلمه be بیور یعنی مراقب بودن مواظب بودن بیور کلمه بعدی برگ برگ یعنی پوز دادن لاف زدن برگ He had a strong muscles and bragged about it to the entire class میگه که اون آقا ماهیچای قدرتمندی داشت و پوزشو به کل کلاس میداد He had a strong muscles یعنی اونها ها قدرتمندی داشت اند و bragged about it. یعنی پوزشون میداد در موردش پوز میداد تو the entire class به کل کلاس بنابراین کلمه برگ برگ یعنی پوز دادن لاف زدن برگ کلمه بعدی conscious conscious به معنی هوشیار آگاه conscious The new students was conscious of the other students staring at her. میگه اون دانش آموز جدید از زل زدن دیگر دانش آموزا به خودش آگاه بود. The new students اون دانش آموز جدید was conscious of آگاه بود از the other students staring at her. زل زدن دیگر دانش آموزا به خودش. بنابراین کلمه conscious conscious به معنی هوشیار یا آگاه هستش بچه ها conscious کلمه بعدی disagree disagree یعنی اختلاف نظر داشتن مخالفت کردن disagree the lawyers disagreed about the best way to settle the case میگه وکلا در مورد بهترین راه برای حل و فصل کردن اون پرونده اختلاف نظر داشتن the lawyers یعنی وکلا اون وکلا disagreed about اختلاف نظر داشتن در مورد the best way بهترین را to settle the case یعنی برای حل و کردن اون پرونده بچه اینجا کلمه settle یعنی حل و کردن case یعنی پرونده بنابراین این کلمه disagree disagree یعنی اختلاف نظر داشتن مخالفت کردن disagree کلمه بعدی echo اکو یعنی منعکس کردن ان اکاس داشتن اکو the child yelled over the canyon and the wall echoed the sound اون بچه بروی اون دره داد زد و دیوار صداش منعکس کرد یعنی دیوار دره صداش منعکس کرد the child اون بچه yelled over the canyon یعنی داد زد بروی اون دره and the wall و دیوار منظور دیوار دره اکو د ساند صدا رو منعکس کرد بنابراین کلمه اکو اکو یعنی منعکس کردن انعکاس داشتن اکو کلمه بعدی eventual eventual یعنی نهایی پایانی eventual the constant training and planning led the team to an eventual victory میگه تمرین و برنامه ریزی مداوم منجر به پیروزی نهایی تیم شد The constant training and planning یعنی تمرین و برنامه ریزی مداوم Constant به معنی مداوم یا ثابت هستش بچه ها. The constant training and planning یعنی تمرین و برنامه ریزی مداوم led the team to an eventual victory یعنی منجر به پیروزی نهایی اون تیم شد بنابراین کلمه ای eventual eventual به معنی نهایی یا پایانی هستش بچه ها کلمه victory هم به معنی پیروزی هستش victory کلمه بعدی hint hint به معنی راهنمایی یا نشان هستش بچه ها hint I quietly passed on a hint to my sister About the test یعنی من آروم و بی صدا به در مورد امتحان راهنمایی دادم I quietly passed on a hint to my sister یعنی من آروم و بی صدا به راهنمایی دادم About the test درباره امتحان بنابراین کلمه hint hint به معنی راهنمایی یا نشان هستش بچه ها هنت. کلمه بعدی ایدیت ایدیت یعنی احمق نادان ایدیت because he got lost in the forest the man felt like an idiot میگه به خاطر اینکه توی جنگل گم شد اون مرد احساس احمق بودن میکرد احساس میکرد یه احمقه because چون که he got lost in the forest یعنی توی جنگل گم شد The man یعنی اون مرد felt like an idiot. احساس احمق بودن میکرد احساس میکرد یه احمقه بنابراین کلمه یه idiot idiot یعنی احمق نادان idiot کلمه بعدی immense immense به معنی خیلی زیاد یا خیلی بزرگ هستش بچه ها an immense amount of money was needed تو بای ساچ لارج یعنی مقدار خیلی زیادی پول لازم بود که چنین قایق بزرگی خریده بشه An immense amount of money was needed یعنی مقدار خیلی زیادی پول لازم بود To buy such a large boat که چنین قایق بزرگی خریده بشه بنابراین کلمه یه immense immense یعنی خیلی زیاد یا خیلی بزرگ بچه ها امنس. کلمه بعدی indirect indirect یعنی غیر مستقیم indirect he chose to take the most indirect route to the coast یعنی اون تصمیم گرفت که غیر مستقیم ترین مسیر به اون ساحل رو طی کنه بره he chose یعنی اون تصمیم گرفت اون انتخاب کرد he chose to take the most indirect route to the coast یعنی اون تصمیم گرفت که غیر مستقیم ترین مسیر به اون ساحل رو طی کنه بره بنابراین کلمه گه indirect indirect یعنی غیر مستقیم indirect کلمه بعدی option option یعنی حق انتخاب option The children were given the option of three houses to pick from. یعنی به بچه ها حق انتخاب سه تا خونه داده شده بود که از اونا انتخاب کنن منظورش اینه که که از میان اونا یکی رو انتخاب کنن The children یعنی اون بچه ها یا به اون بچه ها were given یعنی داده شده بود The option of three houses یعنی حق انتخاب از سه تا خونه to pick from که از اونا انتخاب کنن که از اون سه تا خونه یکی رو انتخاب کنن بنابراین کلمه یه option option یعنی حق انتخاب option کلمه بعدی pastime pastime یعنی تفریح سرگرمی pastime in the us baseball is considered the national pastime یعنی توی ایالات متحده بیسبال یه تفریح ملی تلقی میشه in the us توی ایالات متحده بیسبال is considered بیسبال تلقی میشه the national pastime یه تفریح ملی بنابراین کلمه یه pastime pastime یعنی تفریح سرگرمی pastime کلمه بعدی perfect perfect یعنی کامل بدون نقص عالی perfect she got all the questions right So her score was perfect. یعنی اون خانم به همه سوال ها درست پاسخ داد بنابراین نمرش کامل بود She got all the questions right یعنی اون خانم به همه سوال ها درست پاسخ داد So بنابراین Her score was perfect نمرش کامل بود بنابراین کلمه یه Perfect Perfect یعنی کامل بدون نقص عالی Perfect کلمه بعدی پین پوینت پین پوینت یعنی با دقت مشخص کردن پین پوینت The navigation system in my car is able to pinpoint my exact location یعنی سیستم مسیریاب ماشین من قادره که مکان دقیق منو با دقت مشخص کنه The navigation system in my car یعنی سیستم مسیریاب ماشین من is able to قادره که pinpoint با دقت مشخص کنه my exact location مکان دقیق منو بنابراین کلمه گه pinpoint pinpoint یعنی با دقت مشخص کردن pinpoint کلمه بعدی switch switch یعنی عوض کردن تغییر دادن switch mom switched the TV station from the news تو هر فیورت شو یعنی مامان شبکه تلویزیون رو از اخبار به برنامه مورد علاقش تغییر داد مام سویش ده تیوی استیشن یعنی مامان شبکه تلویزیون رو عوض کرد تغییر داد From the نیوز از اخبار تو her favorite show به برنامه مورد علاقش بنابراین کلمه یه switch switch به معنای عوض کردن یا تغییر دادن هستش بچه ها سویچ کلمه بعدی سرو یعنی کامل تمام و کمال جامعه سرو تینا دیده سرو job of cleaning the stains out of the carpet یعنی تینا کار تمیزکاری لکه ها از اون فرشو کامل و بدون نقص انجام داد تینا دید سرو جاب یعنی تینا یه کار کامل و بینقص انجام داد حالا کار کامل و بینقصشی بود کلینینگ the stains اوت اف د کارپت یعنی تمیزکاری اون لکا از اون فرش بنابراین میگه تینا دید سرو جاب اف کلینینگ د ستینز اوت اف د کارپت یعنی تینا کار تمیزکاری اون لکا از اون فرش رو کامل و بینقص انجام داد بنابراین کلمه سرو thorough به معنی کامل و بی‌نقص جامع هستش ها thorough کلمه آخرم torment torment یعنی عذاب دادن، زجر دادن torment she tormented her little brother by taking his favorite toy یعنی اون برادر کوچیکش رو با برداشتن اسباب بازی مورد علاقه‌اش عذاب داد she tormented یعنی اون عذاب داد her little brother برادر کوچیکشو by taking his favorite toy با برداشتن اسباب بازی مورد علاقش بنابراین کلمه یه torments torments یعنی عذاب دادن زجر دادن torments اوکی بچه ها این پایان درس بود امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه ها اگه دوست داشتید ما لایک کنید کامنت هم بذارید حتما حتما به اشتراک بذارید که بچه های دیگه هم بتونن استفاده کنن و اگه تا الان عضو کانال یوتیوب ما نشدید ما رو سابسکرایب کنید و عضو کانال ما بشید مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار